ایالات متحده آمریکا میگوید شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد ایران طی چند روز گذشته اهدافی از گروه جهادی داعش را در استان دیاله عراق هدف حمله قرار داده است. برای به گفته یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، ایران در این حملات از هواپیماهای فانتوم F4 استفاده کرده است. سخنگوی پنتاگون با بیان اینکه شواهدی در دست ندارد که خلاف این گزارش را ثابت کند میگوید ایران طی چند روز گذشته حملات هوایی را علیه داعش در شرق عراق انجام داده است. اما مقامات ایرانی با تکذیب این خبر اعلام کردند که تغییری در سیاست خود در قبال داعش ندادند. مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره میگوید رضا هیچ تغییری نشده. جمهوری اسلامی ایران کماکان در حد ارائه کمک و به ویژه کمک‌های نظامی و مشورتی، کمک‌های نظامی در حد مقررات بین‌المللی در اون چهارچوب و همچنین ارائه مشورت فعالیت‌هاش رو ادامه میده و هیچ گونه تغییری رخ نداد. همزمان نخست وزیر عراق که در بروکسل به سر میبرد اعلام کرده که اطلاعی از این حملات ندارد. اما جان کری وزیر خارجه آمریکا از هر حمله ایران به مواضع داعش در عراق استقبال کرده و آن را مثبت خوانده است.